به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام عرض ادب خدمت تمامی شما عزیزان. امیدوار هستم هر کجایی که هستین لباس عافیت بر تن داشته باشید و لبخند بر روی لبانتان باشد. بازم مسعود جامی هستم از دریچه دوزداران کابل در خدمت شما. دوستای عزیز، قراره که شما آگاهی دارین در این اواخر شهرداری کابل پلان‌ها و ماستر پلان‌های را روی دست دارن که در هر منطقه سرک سازی و پل سازی و بعض پروژه های دیگر روی دست گرفتن. امروز هم ما آمدیم در منطقه دشت برچی، یا هم خوبتر از بگویم منطقه ای که کمپنی را با دشت برچی وصل میکنه. قرار است اینجا که شهرداری کابل یک پل را ایجاد بکنن تا مردم منطقه که در این منطقه زندگی میکنن و در این اواخر خیلی با مشکلات روبرو بودن یک پل ایجاد بکنن. این منطقه این پل سایه کمپنی را به دشت برچی وصل میکنه که متاسفانه در حکومت قبلی و در 20 سال اخیر هیچ کسی توجه به مشکلات مردم منطقه نداشتن و شهرداری کابل پس از به قدرت رسیدن امارت و فرار نمودن اشرف غنی بعضی پروژه های را روی دست گرفتن که خیلی مورد استقبال هموطنان ما قرار گرفت. ما هم آمدیم در این منطقه تا گزارش را برای شما عزیزان آماده بسازیم، پس با ما همراه باشید، بیننده ما باشید. دوستای عزیز، قراره که شما میرین کارم جریان داره و تعداد از هموطنان ما به خاطر دیدن و یا استقبال از کارمندان شهرداری کابل اینجا آمدن و به استقبالشان خوشحال هستیم که یک تن از اهالی منطقه را در کنار خود داریم و امروزشون بیشتر صحبت میکنیم. آقای صاحب سلام، خسته نباشید. منده نباشید، خوب است، بخیر، زهدر خیرت است، بخیر و سلامت باشید. نام آقای صاحب میشه خدا به ما و بیننده ایز معرفی بکنین؟ برادر، نام محمد علی نوری است، یک از باشنده های زمین منطقه، یعنی جمعی صاحب اونچی زندگی میکنیم. بسیار خوب جناب نوری صاحب، چقدر سال است که شما زندگی میکنیم؟ ما در حدود یک ده سال که اینجا هستیم. قبل از اینکه سرک اینجا جور شوه و آباد شوه، چقدر مردم منطقه با مشکلات مواجه بودن؟ با مشکلات به حد مواجه بود که بیخی زیاد راه نداشت. یک راهی باریگروی کوچک، یک موتر میمد دیگه موتر رد نموشد. درست. به نهایت تکلیف بود، به نهایت مشکلات بود. یعنی در دوره قدرت اشرف غنی در مدت 20 سال هیچ خبر از این سرک ها نبود. درست. هیچ کاری نبود، یعنی دوره امارت شده، یعنی از طریق شهروالی کابل، واقعا شهروالی کابل قابل ستایش است. نه در غیر کار سرک، در همه کارهایی که در کابل عالی هست واقعا قابل ستایش است. کاش بسیار مظلوم راضی است. نوری صاحب، شما اینجا آمدیم به دیدن وسایط که کار میکنن و پل ایجاد میکنن، چقدر خوشحال هستین از این پروژه که شروع شده کارش؟ دوست عزیز، به نهایت مردم خوشحاله، به خاطر سهولت، به خاطر نزدیک شدن راه. در ساحه کمپینی اوشار گردنی باغ بالا هستند، راه سمت شمالی که میایه، یعنی در اینجا در برچی به یک بسیار به سهولت بسیار در خوبی. بله، هموطنان ما که از مناطق شمال و کابل میخواستن به طرف ولایت غزنی و غور و بامیان سفر نمایند، متاسفانه که همه عده موترهای بامیان هم از کوته سنکی انتقال یافته به قسمت آخر دشت برچی. خیلی با مشکلات مواجه بودن و این سرک میتونه که مشکلشان حل بکنه. بالکل بالکل، 100%. چقدر خوشحال هستین آقای صاحب از اینکه پل جور میشه و این سرک جور شده. از این کاری کارکرد امارت اسلامی شورا از شهروالی کابل به نهایت ما خرسندیم. آقای صاحب، در حکومت قبلی هم که از سوی شهرداری اقدام شده بود به خاطر سرک یا به خاطر از این پل یا نه؟ نه، هیچ اقدامی نبود. یک اونم سرک 40 متره را که در دوره جمهوریت که چطور شد امور جور کرد. بله. دیگه هیچ سرکی در این ساحه غربی کابل ما خو ندیدیم، هیچ کاری از طریق حکومت نشد. آقای صاحب، آگاهی دارین یا معلومات دارین به خاطر این سرک چقدر خانه از بین رفته و تخریب شده؟ والا خوب آگاهی ندارم، در نظرم شاید باشه یک 200-250 خانه تخریب شده. از شما خدا نقشه نبوده؟ نه. بخیر و سلامت باشین آقای صاحب. حالا شاید ما مردم خرسند است که از این با پایین هم دیگه سرک تیر شنه، مردم در این ناراض نیه، خوشحاله، راه برید برش باز میشه. برای رفاهی و برای آرامی همه ما شما تا میتونیم به سهولت از این منطقه عبور مرور بکنیم. راه که واش شوه، دیگه سرک شوه، دیگه غیر ازی شوه، برای سهولت خود مردمه. بله. ما از این بسیار مردم بسیار راضیه. بخیر و سلامت باشین آقای صاحب، قربانتان، بخیر باشین. خب دوستان عزیز، جناب آقای صاحب گفته هایی داشتن در مورد سرک، متاسفانه مردم این منطقه خیلی با مشکلات مواجه بودن و نمیتونستن از یک محل به محل دیگر
رفت آمد داشته باشند و مجبور بودند که یک مسیر طولانی را طی بکنند تا به منطقه دیگر برسند. شما هم چند تصویر از کندنکاری و آماده سازی سرک بینیده باشید. کابل کارشان شدید انجریان داره و قرار است که پل آباد شود و دو منطقه را با هم وصل کنه. تعداد از هموطنان ما اینجا آمدن به دیدن کار از اینا. میریم تا ایسای سب پیش اگه هموطن ما اینجا ساد هستن امروشون صحبت های میکنیم، ببینیم که چی گفتنی های دارن و در مورد پروژه چقدر خوشحال هستن. امروشون بیشتر صحبت میکنیم. آقای صاحب سلام، خسته نباشید. زنده باشید. شکر خیر بینید. بخیر و سلامت باشید جناب آقای صاحب. چطور که اینجا آمدین؟ همونطور آمدیم یک دفعه سر زمین های خود. زمین های تان کجاست آقای صاحب؟ همی سرک از ما تخمین های نمی سه جریب زمین از ما دمی سرک رفته. سه جریب زمین همی از شما بود؟ بله. زمین های زراعتی بود یا خانه؟ زراعتی بود. زراعتی بود. باغ بود بله. خانه تان چطور؟ خانه از بین نرفته؟ نه، خانه ما از بین نرفته. نه. چقدر سال است که زندگی میکنی آقای صاحب؟ ما تخمیناً این عمر دو کم 60 باشد. 60 سال؟ آه 60 سال. اینجا که زمین های زراعتی بود آقای صاحب، راه دیگه کاملا مسدود بود و عبور و مرور نبود و نمیتونست هموطنان ما از یک منطقه به منطقه دیگه برن. نه راه نبود. درست. راه نبود. خب هموطنان نمیتونست از ایرای باغا بر اینجا باغا بود. سرک نبود. درست. آه بله. آقای صاحب بعضی که سه جریب زمینتان در سرک رفته. بله. به خاطر بازسازی و آبادی وطن چی حس دارین؟ هرچند همین سوال برای بعضی بینندهای ما خوشحال کننده نیست یا خوشایند نیست، اما بازم میخوایم حستان من حیث یک شهروند کابل بشنوم. ببخشید، من بسیار خوش هستم به خاطر از اینکه آبادی در وطن ما شد، مگر همین چی امکانات خود ما را به دست خود ما به زمین ما باید خود ما استفاده کنیم. بله. مثلا زمین ما رفته در بدلش اگر پول میته ما را یا نمره میته باید خود ما رابطه. درست. سابق که زمین میرفته یا استملاک میشد یک زورمن میگرفت با خود نمره میکشید، مگر صاحب زمین هیچ چیز بیچاره اما تو هوایی تیر میشد. درست. ما فقط از دولت یا از زمین رادیویی که آمدن اینجا از ما پرسان میکنن و گوش کلانا برسانن که حق مردم در بدل زمینش پیسه شه بده، در بدل خانش هم نمره باید بده. بعض دوستای ما خانهایش هم رفته. درست. آقای صاحب، بدل نمره تان یا بدل زمین تان تا بال نپرداختن؟ هیچ چیز نه. پولش هم ندادن؟ هیچ چیز نه. نه. وعده و وعید هم برتان نکردن که میتن یا نه؟ پشت نه خود سیاره ای میکنه که برو قوالی نکیتا بیار. درست. زمین ها اکثرت از پدر و پدر کلان اینا مونه. درست. بله سر. قواله شرعی شما دارین؟ یا نه که یا موضوع میراث هست و از اجدادتان برتان باقی مونده؟ از پدر بر ما مونده. پیام گفتنی تان آیسایب چی هست؟ همیست که باید ما را در بدل زمین ما پول ما را بته، پول زمین ما را بته که ما از پول خود استفاده کنیم. درست. تا بالا برتان هیچ چیز نداده؟ هیچ چیز هیچ یک گروپ هم نداده و آدم کدن خود واده جان برای کس چی نشد تا باره. بخیر سلامت باشه آقای صاحب، قربانت. شکر زنده باشه. خب تعداد دیگر از هموطنان ما در کنار ما آقای صاحب دیگه هم هستن، امروزشون صحبت بگیریم. آقای صاحب سلام، خسته نباشید. علیکم سلام. چی حال داری آقای صاحب؟ زور باشی، سلامت باشی، بدر قند. بخیر سلامت باشی. میشه آقای صاحب این کم گوشتر بریم؟ خدای نخواسته موتر رو گارتان نکنه. خوب هست ان شاء الله. شکر فضل خدا. در این منطقه زندگی میکنین؟ ها بله، اون جو بالا زندگی میکنین. از اینکه براتون سرک ساخته میشه و یک پل براتون جور میشه چقدر خوشحال هستی آقای صاحب؟ خوشحال، بسیار خوشحال هستیم. منطقه جور میشه، دولت جور میشه، سرک جور میشه، رابندی کم میشه، خوشحال، کلگی خوشحال است. چند سال هستی زندگی میکنی آقای صاحب؟ البته یک 25 سال متر میشه که زندگی میکنیم. خانه خودتون ان شاء الله در نقشه خانه یا زمین تا نرفته؟ نه به خدا. نه نه، احیانا خانه تون خدای نخواسته در نقشه میرفت. میرفت دیگه، او کار خدا و دولتی یکی گفتن نمیتونی؟ نمیتونی، بله دیگه. او چی بگه؟ آیا شاید میشه در مورد نمیجا که کانال هست یا میشه برش یک دریاچه بگویم، یه از کدام قسمت آمده ای دریا؟ یه دریا از پولی کمپنی میگه بال از این سرطی امو او موی سونی پغمان همه همی طرف میآید.
باز آخرش کجا سی طرف تا کجا میره؟ این طرف میره میسونی، چی میره دیگه؟ در شار میره، شار میسونی. در دریای کابل وصل میشه یا نه؟ وصل میشه، دریای چلستون یا کلش یک جایی وصل میشه. اینجا آمدی آیسا ببینی که همی کارمندای شهرداری کابل چه قسم کار میکنن و احساس تمرایشان شریک بسازی، با وجود که اگر اجازه کارم نمیتن همی که من استقبال میکنه ازشان همی هم کلان گپ از آیسا. سلامت باشی، جور باشی، چی رو استقبال نمیکنیم؟ اینجا هم میبینیم، هم سیل میکنیم، هم سادتان هم سادی ما تر میشه، هم همین ماشین نالاتا رو میبینیم. بخیر باشی نایسب، بخیر باشی. سلامت باشی، جور باشی بچه. سلامت. خب دوستان عزیز، امروز نایسب صحبت های داشتم که اینا هم از ساختن سرک و پل خیلی خوشحال بودن. تعداد دیگر از هموطن های ما اینجا آمدن به خاطر دیدن از این پروژه که کارمندای شهرداری کابل استقبال بکنن و ببینن که چگونه برشان زحمت میکشه و پروژه را تنظیم میکنن. نایسب دیگه در کنار ما هستن، امروزشان صحبت میکنیم و در احساسشان در مورد پروژه میشنیم. آقای صاحب سلام، خسته نباشید. جان جور بخیر، آروم باش، خیر ببین. بخیر و سلامت باشین. میشه آقای صاحب نامتان رو برام بگید؟ نام عبدالهادی وردگ است. میشه آقای صاحب کمی طرف در بکنید که تصویرتون درست بشه؟ باشنده پازل بک. بسیار خوب آقای صاحب. همین منطقه زندگی میکنید؟ در این منطقه زندگی میکنم، بله. میشه. خانه ان شاء الله در نقشه خانه رفته؟ خانه در نقشه نرفته. نه نرفته؟ نه. چند سال چه زندگی میکنید؟ همینجا یک سال میشه که ما همینجا میشیم. در یک سال خامخا جی صاحب در فصل بهار و فصل سرما که برف و باران زیاد میشه در این منطقه خیلی مشکلاتی بوده؟ بله مشکل می باشه، ولی پس به خدا سرک برامد و به خاطر مشکل دفع مریض، مشکل دفع یک مال انتقال، یک موتر، یک دیگه چیز با آرامی به همین سرک تیر شده میتونه. پیش از اینجا خواهی صاحب پل نبود؟ نه، اینجا مکمل همی کانال بود که با وجود که از یه آب هم نبود، اما متاسفانه تعداد از هموطنان ما شاید باطلا و کثافات خود اینجا منداختن. پل نبود اینجا؟ اینجا پل سابق نبود، اینجا یک اشغال مشغال همینطور چیزی بود که آب هم نداشتن. آب هم اگر بود بسیار چطل آب بود، از استفاده انسان، از استفاده چیز نبود. درست. از این که منطقه جور میشه، سرک جور شد و پل برتون جور میشه، چقدر خوشحال هستید؟ تنها مان همین منطقه کلگیشان همین ولایت کابل فرزن و کسی که در سرک وصل است، برادرای اهل تشایع ما، فرزن همین طرف برادرای دیگه ما پشتون و پارسی زبان، هر کسی بسیار خوش هستند که همین سرک الحمدلله امارت اسلامی افغانستان باز با سازی را شروع کردن و باز همین کار به پیش میبرن. بسیار خوشبین هستم خود ما و منطقه کلگیشون. این منطقه مردم های برادرهای پشتون ما فکر کنم زندگی میکنن، سای کمپنی میشه درست؟ و این منطقه مربوط دشت برچی میشه، برادرهای اهل تشیع ما، و این پل نقطه وصل دو قوم بزرگ از افغانستان در فعلا در کابل. بله همینطور است که دو قوم بزرگ فرزن پارسی زبان و پشتون کلگیشون یک جای میشونه، خواهر است همین اهل تشیع ما قد سرمی سرک وصل شد. وصل میشه اینمی است که اتفاق اتحاد با هم بیشتر میسازه و تبعیض از بین میبره. الحمدلله هر چیز را از بین میبره، مقصد همین بغض و وساد و کناوی چیز هم از بین رفت. کلگی سر از این متفق هستن که امیجا بیاین بشنن سر از این را ششتو خیز کنن. بسیار خوش هستن کلگیشون. میشه آیسا در اخیر پیام و گفتنی تر به تعداد هموطنان دیگه ما داشته باشیم که در قسمت حفظ مراقبت از این ساخت و سازهای که از سوی شهرداری میشه چی هست؟ بسیار همینطور است که برادر، همین به نفع مردم افغانستان است، به نفع همه ما مردم است، به نام این نیست که یک کسی بگوید که ایرما کردیم. الحمدلله تمام هموطنان ما دمی موافق هستند، میتوانند که دمی جای کار کنند، هر چیز برشان مهیاست. بخیر سلامت بشین آیسا، وقتتان خوش، قربانتان. خب دوستای عزیز امروز یه صحبت های داشتیم که اینا هم خوشحالی نشان دادن از این ساخت پل. آیسا به دیگر اینجا آمدن و منطقه را تماشا میکنن از کار نیرو، از کار کارمندان شهرداری کابل. امروزشون صحبت میکنیم ببینیم که احساس آیسا در قبال از این ساختن پل چی است. آیسا سلام، خسته نباشید. سلام علیکم، مدر خوب هستی، بخیر جان جوره.
بخیر و سلامت باشین آیسا. فکر کنم که از این مردای قدیم این منطقه هستی. والا چی میشه خدا به منطقه تیر کردی ما. چند سال از آیسا بیجان زندگی کردی؟ زندگی یکان 30 سال میشه. ماشاءالله یک عمر از بندازی عمر ما شاید باشه. خیلی نقاش. بسیار خوب آیسا. بله. قبلا اینجا چگونه بود وضعیت؟ پیش از اینجا سرک جور نشه و پل جور نشه؟ سرک جور نشده بود که در اینجا روی برچی بیری بار بود، روز یکی حادثه بود دیگه بود. ولی فضل خدای نی جور شد، خدای را دیگه قوت بیتا برده دیگه جور کنه خوبش میشه. بله بله. چقدر مردم با مشکلات اینجا مواجه بود جایی؟ بسیار مردم اینجا آسوده شده دی کار. بله. بسیار آسوده شد، کارشان آسان شد. این پل که بخیر جور شد، مردم زمین را رفت آمد میکنه، بغم میشه از بیروبار برچی و از دیگه از ایسو هر جای بیروبارش کم میشه. پیش از یام مایسا بیجا کدام پل نبود به خاطر برور مردم؟ پل نبود، اون یک پل لرزانک بود که مردم هم گره تیر میتانید. موتر نبود. موتر نبود. نه بدارم. نه این یار خدا خیر بده، نمی کار سر کار کردن، نمی از این کلگی خوش است. آیسا میشه در مورد دریاچه برای ما معلومات بده که از کجا شروع شده و به کجا وصل میشه؟ این دریا برادر از خود پغمان سرتا آمده، از اونجا شروع شده. پل کمپانی از پل کمپانی همینطور میره در پل سوخته میبره، در پل سوخته بعد از پل سوخته کابل وصل میشه، همون دریا کابل از دیگه همینطور میره مرخمی. بخیر سلامت باشه آیسا. بخیر باشه، خیر بین برادر. خب دوستای عزیز، همراه هموطنان ما صحبت داشتم که همشون احساس خوشحالی داشتن از این پروژه و خیلی خوش هستن. شما هم چند تصویر از منطقه ببینید باشید. دوباره برمیگردیم تا با دیگر هموطنان ما که در منطقه زندگی میکنن صحبت کنیم. پس با ما باشین تا آخر گزارش ما را ببینید. دوباره خوش آمدید میگیم. تعداد دیگر از هموطنان ما در این منطقه آمدن و از ساحت دیدن میکنن و کارمندای شهرداری کابل مورد ستایش قرار میدن که ماشاءالله خیلی کارشان شدت داره و کوشش میکنن که هر چی زودتر پروژه به پای اکمال برسه و هموطنان ما از استفاده بکنن. در کنار ما یک تن از هموطنان دیگه ما قرار دارن که در این منطقه زندگی میکنن، همراهشون بیشتر صحبت میکنیم. آقای صاحب سلام، خسته نباشید. سلام علیکم، تشکر. خانه تابات امر کنی محترم. خوب هستین انشاءالله آقای صاحب؟ الحمدلله شکر. آقای صاحب خواهش کنیم اینجا تشریف برین چون تصویرتان درست به بسار. خوب هستین انشاءالله آقای صاحب؟ دو چشم خیر ببین، تشکر. خانه تابات خیر، سلامت باشین. سلام آقای صاحب. فکر کنم که از مردای قدیم این منطقه هستی. بله بله، سابقه دار هستم اینجا. چند سال از زندگی میکنی آقای صاحب؟ 18 سال میشه. او ماشاءالله 18 سال. قبل از اینکه سرک جور شوه یا پل جور شوه چی مشکلات داشتین آیسا در این منطقه؟ مشکلات خو اول مشکلات خو نویجا این بودن که قبلا در نظام جمهوری بله نمی قرآن خورای نمی منطقه بودن، توپان و غیر توپان و بربوکه و غیره. بله. از طرف شو دوزدائش نمیجا میگشتن یکی درست و در زمن اختتابچیهایش میگشتن همی پردریا چارای بشرهای نمی جمعی بوده، نمی سابق مشکل بود. دوم مشکلش بسیار سخت نمی بود که اگر اینجا باران می شدن بسیار لای بودن، برادن اگر یک نفر از دشت بشتی می آمدن اینطور دور می خوردن، از دمازنگ بالا می آمدن به کمپانی. حالی پزل خدای نمی سرک غنیمت است. آی صاحب شما قبلا نام بعضی از افراد گرفتید؟ بله 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 بله. اینا کسایی بودن که مانع از پروژه بودن، مانع ساخت و ساز بودن، چگونه؟ ما از پیشش پرسان کردیم، نه از شنیدن نمیگیم برید. درست. ما از پیشش پرسان کردیم که او برادر را در وقت کرزای بود. ما گفتیم چرا نمیره ما نمیشی؟ بله. اول خوگاپ برای آن مردم میتون میگه که اینجا ما چی دادیم؟ شهید دادیم، همی حاصلش هم باید بخوریم. بله. یک مثاله، همی واقعیت بگویم. بله بله آیسا. همی اقای خوب است که آیسا که همه هموطنان ما بدانن که چی کسای باعث مانع از پروژه های بزرگ در سر شهر کابل میشه. همی قرآن خوراخ معلوم بود. بله. سیاب، بچه ایش، برادرزاده ایش، زرگای، توپان،
برادر ملای زاد، برادر این همی مردم بودن، این همی جگ دیگر نوراغان بودن، خیر دیجا دو نوراغ هستن، یک سیاسی یکی سپید است، پا میدی کنشان تخلص داشت آی صاحب؟ تخلصش نمی پومیم همی تخلصش ها نکه سیاه و سفید گفتی آی صاحب؟ منظور همی بود؟ نه از رنگش برات میگم رنگش درست ما مردم این نام سرش مانده بودیم نه این همی آل بودن برادر باز میگفتن که اگه این سرک ما از پیش پرسان کردیم که برادر ها ما پس کچه هستم اینجا بله گو اگه این سرک جور شود ارتباط از آرای دشت برچی وصل میشود با اونمو نه 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 پایین اوشار درست باز اگه جنگ داخلی شود این با او کمک میاید این با این کمک یعنی گپای به منطقه میزدن یک مثال الحمدلله نه ما طالب هستیم نه خدا ما را طالب کنه ولیکن این همی رژیم که آمدن اما پادشاهی های امپراتوری های خورده ملک الطوایفی ها صدقه ملک الطوایفی ها شود ملک الطوایفی ها نبود از او بطر یک نام سر برش پیدا بله. لغت برش پیدا کنی خب درست اون امو امپراتوری های کسیپ را از بین بردن حال یک قانون است اگر خوب است یا بد است اینطور نمیگم که خوب است که خوب و پامی اگر خوب است یا بد است ما خود به این همی یک قانون عیار میکنیم بله بکرد است همی یک قانون شد یک حکومت شد کارم شروع شدن از جیب هر کس که هست تو را مرا غرض نیست درست پامیدی؟ این شکر الحمدلله این همی سرک هستن این همی که جور شوه اگر از یک رپر از دشت برشتی شروع بیایه در 15 دقیقه در کمپانی میرسه این همی غنیمت شد وقتی که اینجا مردم زندگی میکرد یه پل نبود مجبور دارن یک مسیر طولانی را طی بکنن تا به جایی که ضرورت دارن برسن اونجا یک نفر ثوابی یک لرزانه که جور کرده دیگه برادر چی نبودن را نبودن آی صاحب این نفرهایی را که نظران نام بردی فعلا کجا هستن؟ فعلا از ملا مدنبی پرسان کردن خوب ثبت کنی از ملا مدنبی پرسان کردن گفت که در وقت جهاد گفت که شما همو سلا را از کجا میکنی؟ گفت باز صلح دوست مالک بر ما میده یک دفعه صلح دوست کردن باز سلا برش میداد یکی گو از کدام طریق میاری به افغانستان گو الهی را سیاست اجازه نمیده این همی جایش سیاست اجازه نمیده چرا که ما یه غیر مسلح آدم هستیم بیچاره لغت مال ماش میشیم چی میکنی هر جا که نمیشه هر جا که اصلا خداوند این همی گشدوم اثر مار چپ نکنه خداوند اینا را امر زیاد بتا که دمو سر سرش بزنه آی صاحب از گپایتان معلوم میشه که ماشاءالله آدم پخته هستی درس و تحصیل آی صاحب تا کجا خوانده؟ خب ما را سرشان میکنیم خواهش میکنم آی صاحب خیلی قصه های شیرین کردی آی صاحب ما با دار دو پوانتونه خواندیم ماشاءالله دگروال هستیم ماشاءالله جنرال حزب اسلامی هستیم ماشاءالله ولیکن حالی نیستیم آلی با نام هست که نامش برای ما بگیری توپ طرفش توپ میگیری میگن اگر به هست میدادن یا به دیگه میداد یا به دیگه میداد یا به دیگه میتا بله پا میدی یا نه رتبه ما در حزب اسلامی جنرال بودن ولیکن در این دولت دگروال بودن 18 سال در رتبه دگروالی وظیفه را اجرا کردیم دیگه به توبه ما توبه که فقط ما را زنده بانه و اینمی کدر نان بده یک بله. پا میده یا نه خب از کسی خیر ندیدیم طالب صد مراتب از جمهوریت که در بهتر است ناموس مردم به امن شد مال مردم به امن شد تنها ولی همون شمال یک چیز خوب است ولیکن برای پاشا زلال است اینا برای تمام مردم بهتر و خوبتر است ولیکن برای طبقه صاحب منصب زهر قاتل است ما صاحب منصب هستیم برای ما زهر قاتل است ما تکاوت بودیم تکاوتی ما را نمیتن
بله. هر کس که در پشت سر نمی وطن نپرختیم، نپرختیم دین نپرختیم، ناموس نپرختیم. 26 سال قبل برای ما زمین مساعد شد از طرف ملل متحد که ما به امریکا بریم. ما گفتیم والله که وطن ایلا کنیم، از وطن ما نمیریم. چهار نفر مراوتان ما ماندیم، ما گفتیم کت پامیل، ما گفتیم نمیریم، یکی عالم نمیریم. همین طالبا اگر یک سلی صبح مرا بزنه یک شام هم نمیریم، وطن ما ایلا نمیکنیم یکی. ولیکن خبر گپش نمیستن، اما یک طبقه زیر سلی اینمی آمده، این هر تحریک هر کس که هست از مملکت بیرون برید میگیم. فهمیدی یا نه؟ درست فهمیدم. اینمی سایمن سبا اونمو دگروال است، اونمو که اصلاد است دگروال است، ما دگروال. امی تکاوتی خواهد مارش ما گشته اینمی را چرا نمیدی؟ حق مسلمتان است. حق مسلم ما ای طور استن از نگاه اسلام، از نگاه قانون، از نگاه قانون ملل متحد، از هر قانون حق مسلم چرا نمیدی؟ بله. بخیر سلامت باشین آقای صاحب، قربانتان، زنده باشین. تشکر. بخیر باشید. خدا کند بخیر ما باشد. خدا هیچ خیری پیش نکنه. خیر یخ زده نیست. خب دوستای شما چند تک تصویر از منطقه بیننده باشین. شما را دوباره خوش آمدید میگیم. امرای هموطنهای ما صحبت های داشتیم و اقتدادشان از این کانال یا از این سرک خیلی خاطرات خوبی نداشتن، میشه برش بگیم خاطرات خوبی نداشتن. تعداد دیگر هموطنهای ما ایجا آمدن و بازم این آمدن بس تماشا و دیدن از این کارمندای شهرداری کابل که چگونه کار میکنن. اینا دیگه حتما به خاطر استقبال و پذیرایی از این کارمندان آمدن. میریم پیش همراهشون صحبت میکنیم که چطور کیجا آمدن. بین خود نام خدا بسیار هم تو خودمانی صحبت هم داره. آقای صاحب سلام، وقت دارین؟ سلام علیکم. صحت شما خوب است؟ شما خوب هستین؟ خیر خیرت بخیر هستین؟ مهربانی. آقای صاحب چطور کیجا آمدین؟ والا همینجا آمدیم، همین پروژه رو سعی میکنیم چی کردن چی نکردن. این بسیار خوشم میاد که همیشه اینجا بیم، معروض اینجا بیم، بیکار هستیم به حساب. امی پروژه رو سعی میکنیم که می سرک جور میشه اینجا، زیر بنا جور میشه برای وطن ما، آبادی میشه وطن ما. دهی بسیار خوش هستیم که ما همیشه میایم اینجا روزی 100 200 تیر اینجا ما میایم سعی میکنیم، هم یک تفریح میشه برای ما، هم به حساب پیشرفت وطن خودم سعی میکنیم. چند سال از های شب شده این منطقه زندگی میکنه؟ در این منطقه تقریبا 15 سال 16 سال میشه زندگی میکنیم. چی مشکلات را در 15 سال 16 سال قبل از اینکه سرک جور شود شما متقبل شدین؟ برادر قند مشکلات ها خیلی زیاد بود، راه نبود، سرک نبود، مریض بود، بیامنیتی بود، مریض میشد یک نفر، راه نبود، زمستان بود، مردم تیر نمیتونست، موتر بند میماند، مریضان از بین میرفت. دیگه سرک نبود، وقتی که سرک نباشه هیچ چیزی نیست. اما یک مطال است میگه مسجد شهید کو، راه را جور کو، سرک جور کو. حتی این دمی سرک مسجد شهید شد، مسجد خراب کردن و سرک جور کردن. بیامنیتی هم گم میشه و مسئله اقتصادی خیلی زیاد رول داره اینجا. و یکی مهمتر از همه این سرک، سرک است که یک سرک بسیار اساسی و بنیادی و بسیار پختم کار کردن را که چند ولایت سمت شمال به جنوب و جنوب غرب و شرق وصل میکنه. این سرک بسیار یک سرک اساسی است و بسیار اساس هم کار کرده، انجینیری بسیار زحمت کشیدن. همین مسائل هست. چقدر وقت شد آقای صاحب شما در منطقه زندگی میکنین؟ چقدر وقت شده که کار شروع شده؟ این تقریبا چیزی کم یک سال شد دیگه، از روزی که تقریبا شروع کردن اینا خاکبرداری شروع کرد یک سال فکس است. مدام الوقت کار کردن یا به وقفه، حتی روزای جمعه روزای پنجشنبه اضافه کاری کردن تا این سرک جور کردن. و مامین صاحب شاروال هم که آمد گفت ما این سرک تا ماه عقربه، تا ماه عقربه انشاءالله ما کریزی میکنیم کار. ما عملا دیدیم که کیرم میکنه سرک، کیر کردن و برای مردم خیلی زیاد سهولت میشه اینجا.
و تا برای ما گفتن که اینجا ما کلینیک، مکتب، دیگه باز مسائل های دیگر ما در نظر داریم که اینجا باید جور کنیم. و سرک های دیگه هم زیر کار است، مثلا سرک است که از سرای ایراتی است، یک سرک دیگه از فوزیل بیک است، این چهار پنج سرک است در سایه برشی میکشن، این را جور میکنن. به این سایه برشی در طول سال ها هیچ کار نشده بود سایه، یعنی چهار دی زمین. اینا لون دولت امارات اسلامی اومده به در بسیار زحمت میکشن، خصوصا شاروالی ازی. شاروالی فوق العاده زحمت میکشن. وزارت داخله خیلی زحمت میکشن به خاطر از امنیت ما، امنیت مردم فوق العاده کار میکنن. واقعاش تشکر میکنیم از دولت. جناب آقای صاحب، به چه تعداد خانه در نقشه تخریب شده و از بین رفت؟ والا تعداد دقیقش برای ما معلوم نیست. ممکن یک 200 300 خانه تخریب شده باشه در حدودی. اما 200 300 خانه ممکن تخریب شده باشن. اون مردم ها یکشان هم خفه نیستن، واقعیت خوش هستن. اولا که خانهشان شفه میکرد یک ذره جگرخون میشدن، پسان دید که سرک جور شد، چیش دال خیلی خوش هستن، میگه بسیار کار خوش، خیر از خانه مرفت، ولی سرک جور شد، راه جور شد برای مردم. جناب آقای صاحب، در حکومت قبلی هم شما اقدام یا پیشنهاد به شهرداری کابل به خاطر ساختن سرک گاهی داشتین یا خیر؟ والا نه، دولت خودش خوی سرک های مسترپلان است، دولت خودشان هر وقت میتونست تطبیق کنه. خود زمان یک سلسله مشکلات ها دولت داشت، یکی بچه وزیر بود، یکی بچه کاکای وزیر بود، یکی بدر وکیل پارلمان، یکی یک بود، نمیموند کمی سرک جور شد، بعد سر زمینش میرفت، سر خانهش میرفت. به او خاطر که من بفایده بود، خود از یک مسترپلان بودی، مسترپلان باید زمان تطبیق میشد، ولی روی بعضی مسائل هایی که داشتن خود دولت قبلی این کار پیش نرفتک نشد. و این حال دولت اسلامی که آمده، امارات اسلامی آمده، به در بسیار زحمت میکشن، اونا جدی کار میکنن، وقت حکومت جدی هستن، دامی خوش هستیم به در حکومت جدی هستن، یک پروژه رو سر کار میکنن، در آخر میرسن، اون کار میکنن، اولی که یک پروژه رو سر کار میکنن، میگن که ما سر کار میکنیم، باز ما فکر میکنیم که به در میمونه چند سال، ولی سرکه که زمانی که پار سال تیرما شروع کرد، یعنی سال این تیرما تقریبا دیگه در خط میرسند بخیر. پیشتر هم روی اگر وطن دیگه ما در این منطقه صحبت داشتیم، بعض از افراد در این منطقه که زندگی میکنن از زورمنده حکومت قبلی بود یادآور شدن و اونا کسایی بودن گفتن که مانع سرک بودن. چه گپ از اینا شما تایید میکنید؟ اونا رو 100% تایید میکنم. من پیشتر عرض کردم که بدن اینجا بچه کاکای وزیر و بچه خاله ما وکیل پارلمان چی و چی نمیموندن که اینجا سرک جور شد. ما خودم بچیشم ندیدیم، دو سا قصه کرد، یکی دمی خود سرک، یکی از قماندان های از همی مجاهدین امارات اسلامی همینجا خانهش بود. اونا داوطلب بازشتن که بیادر اول به خانه مرا شپه کو، خانه مرا شپه کردی، باز دیگه خودشان شپه میکنه خانه خودن. ما متوشنیدیم که همینجا دوستا گفتن از همی قماندان از خود چی بودن، از امارات اسلامی بودن، خودشان حاضر شد که بیادر خانه مرا اول تخریب. پیشتر هموطن ما از طوفان و از ممتاز و ملاحظت اینا نام بردن که اینا کسایی بودن که متاسفانه مانع از این پروژه ها بودن، خصوصا در این منطقه که شما زندگی میکنید. والا برادر بسیار نفرها بود، نام کدامش را بگیریم، اینجا بسیار نفرها بود. فقط ما خو یک مردم عام عادی هستیم، از ما که بالاتر هر کس زورش میکشید نمیموند. چی ملاحظت بوده بیادر، چی ظلمه طوفان بود و چی آج نوروز بود، چی محقق بود، چی خلیلی، چی هر کدامش که بوده باشه بیادر، هر کس بیادر هر کس زور داشت اونو ما نمیموندن دیگه، نامگیره نمیتونیم بیادر. بسیار نفرها بود، حتی نفرهای پایین رتبه بود نمیموندن، چی نمیکردن، واسطه داشتن، وسیله داشتن، نمیموندن بیادر. سر خانهش میمد میرفت طرف کاکای خودم که وزیر بود یا بچه خاله خودم میگفت که وکیل پارلمان بدر خانه مرد تخریب نکو، حکومت بند میکرد. بخیر و سلامت باشین جناب آقای صاحب. در اخیر اگر پیام و گفتنی به شهرداری کابل داشته باشین و در پهلوش اگر پیام به هموطنان ما داشته باشین به خاطر حفظ نگهداشت از این پروژه ها، کمره ما و مایک ما در اختیار شما. شهرداری کابل خود کار خود کرده، کدام گپ بر گفتن ندارم، اونا از گپ ما کرده بهتر کار کردن. اونا دیگه گفتنی ندارم، سر سبزی میکنن، صفایی میکنن، را جور میکنن، سرک جور میکنن، برای مردم خدمت میکنن. و دولت امارات اسلامی ما بدر دیگه کدام چی ندارم، فقط امنیت آورده، بسیار فوق العاده امنیت آورده، بسیار خوش هستیم از امنیت بودنش. و یه خواهش بسیار همونطور دوستان است که ما رعیت هستیم، بدر رعیت از این حکومت هستیم، یه خواهش دوستانه که زمینی تحصیل برای خوراکا و دخترک های ما میره باز کنن، همیره خیلی خوش میشیم. یک دوستانه خواهش میکنیم از ما، خواهش تمام هموطنای ما. بله همگه زبان کل امی 40 میلیون نفوس افغانستان در حدود دیگه هستن، امی خواست کلگی هستن. ان شاء الله که دولت اسلامی هم توجه دارند از این
روی یک سلسله قانون و باز چیزایی که اینا میخوان پاس کنن حتما باز میشن مکتب را ان شاء الله باز میکن تا سال آینده منتظرش هستیم توکل به خدا بخیر و سلامت باشین آقای صاحب قربانتان بخیر باشین سلامت باشین شما هم صحبت میکنین چیزی که دیدیم اومد حاجی صاحب بریم ما بخیر سلامت باشین آقای صاحب قربانتان بخیر باشین سلامت باشین خب هموطن عزیز گفته های هموطن ما را شنیدن که خیلی یک پیام خوب به امارت اسلامی داشتن که میشه در قسمت باز شدن مکاتب و دانشگاه ها برای طبقه اوناست توجه کنن و چی خوب است که درب دانشگاه ها و مکاتب دوباره باز شود تا بتونه خواهرای ما به تحصیل و تعلیم خود ادامه بدن خب هموطن عزیز این بود گزارش ما از منطقه فاضل بیگ امیدوارم مورد پسند شما ایزانم قرار گرفته باشد شما میتونید با کامنت ها و لایک هایتان ما را بیشتر حمایت بکنید تا بتونیم بهترین گزارش ها را برای شما ایزان آماده بسازیم تا دیدار بعد همه شما را به خداوند یکتا و لایزال میسپارم و وقت همه بخیر خدا نگهدار